أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا. عباد الله أوصيكم بتقوى الله. خداوند عالی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. تقوایی که امیر بیان، قرآن ناطق، محور حق، امام سفید رویان علیه افضل و صلوات المسلین فرمودن، آنچه می گویم به عهده می گیرم و خود به آن پایبندم. کسی که عبرتها برای او آشکار شود و از عذاب آن پند گیرد، تقوا و خیشتنداری او را از سقوط در شبهات نگه می دارد. ذمتی به ما اقول رهینه و انا به زعیم. ان من صرحت له العبر مما بین یدیه من المثلات حجز عجزه التقوى من تقهم الشبهات. امید است که هممان برای رسیدن به سعادت و به کمال، برای حراست و حفاظت خودمان از هر خطر و ضرر، این نصیحت و این راه سعادت را نصب العین زندگی و حرکت من قرار بدهیم. در خطبه اول بحث خودسازی و در واقع شناخت خود را به عنوان یکی از راه‌های رسیدن به امنیت اجتماعی، برای رسیدن به پیشرفت و تعالی و برای رسیدن به سعادت از منظر عقل و از منظر آیات و روایات مطرح خواهیم کرد. در خطبه دوم هم مناسبت وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها را که پشت سر گذاشتیم داریم، 13 همین ماه که امروز 15 است، و هم در آستانه ولادت زهرای مرضیه سلام الله علیها هستیم. و موضوعات اجتماعی، موضوعات که مربوط به روز و حرکت جامعه و مردم می شود، برای
آگاهی بیشتر با خطراتی که ما را تهدید میکنه و خودمان را برای مبارزه و در واقع مجاهده با هر آسیبی که زندگی اجتماعی را تهدید میکنه آماده بکنیم، به اون موضوعات هم خواهیم پرداخت. قبل از اونی که من بحث شناخت انسان و خودمان را مطرح بکنم، یکی دو نکته را از منظر دین و از منظر قرآن عرض میکنم. از دیدگاه اسلام انسان که ما یک جامعه هستیم در نظام هستی، در همین زندگی بزرگ و کلامی که بشریت دارن، از یک جایگاه ویژه استثنایی و بسیار بالایی برخوردار است. شما هیچ دین و هیچ آیین و هیچ باوری را پیدا نمی کنین که در زندگی بشری اون احترام را که اسلام به انسان قائل است اون احترام را داشته باشه. شما در ادیان این پیدا نمی کنین که خدا فرموده باشه من جانشین خودم را در زمین خلق میکنم، این جاهل فی الارض خلیفه. این نگاه اسلام به انسان است. انسان یک موجود در واقع پیچیده است که بخشی از وجودش از فکر و عقل و در واقع خرد است و بخشی از وجودش از شهوت است. لازمه زندگی انسان همین است که خالق انسان، انسان را به این شکل ترکیب کرده. علی کل حال این انسان باید در یک زندگی بزرگ و کلان و اجتماعی زندگی بکنه تا اون نیروهای بالقوهش به فعلیت برسه، به کمال برسه، به مرحله ظهور برسد. به همین دلیل است که جایگاه خلیفت اللهی برای او تعریف شده. ما برای این که این مرحله را برسیم و بفهمیم چاره ای نداریم، باید زندگی اجتماعی را به حقیقتش بشناسیم و ارزش زندگی اجتماعی را درک بکنیم. ما نیازمند به زندگی گروهی هستیم، به زندگی جمعی هستیم. نشستن در یک خلوتگاه، در یک عبادتگاه، در یک مسجد، در یک مدرسه، در یک صومعه ما را به جایی نمی رسانه. ما نمی توانیم خودمان هدایت کامل پیدا بکنیم و اگر برفرض به یک جایی برسیم، خب به دیگران نمی توانیم خدمت بکنیم. ما باید در جامعه بزرگ زندگی بکنیم، اگر به هدایت رسیدیم به دیگران کمک کنیم، اگر نیاز داریم اونا به ما کمک کنن، اگر مریضیم از دیگران کمک بگیریم برای سلامت خودمان، و اگر طبیبیم به دیگران کمک کنیم برای سلامتشان، اگر بی نیازیم نیازهامان را تأمین کنیم، و اگر از مرحله بی نیازی عبور کردیم به دیگران دست خیر ما برسد. با تضارب افکار، اگر همه عالمیم، یک جامعه گاهی رشد میکنه، سواد بالا میره، اگر در جامعه ثروت بالا رفت، باز هم برای خوب زندگی کردن آگاهان با هم دیگه هم فکری میکنن، باز هم برای ارتقای بیشتر قدرتمندان و ثروتمندان با هم دیگه هم فکری میکنن. این روش جهانی است، این روش خردمندانه است، این روشی است که درش هیچ تردیدی وجود نداره. ما باید زندگی اجتماعی را بپذیریم و در این راستا حرکت کنیم. گوشه‌گیری، فردی زندگی کردن ما را به جایی نمی رساند. بگذاریم مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی وقتی واژه انسان را مطرح می کند، می فرماید که از ریشه انس است،
یعنی خصلت طبیعی انسان زندگی با هم نوعان است و ریشه تمدن هم در همین زندگی با همگان است. ما اگر زندگی جمعی نداشته باشیم به پیشرفت ها نمی رسیم. قرآن هم به جنبه های فردی انسان توجه داره، هم به جنبه های اجتماعی. گاهی می فرماید قو انفسکم و اهلیکم، خودت و خانوادت حفظ کن. اینجا ناظر است به جنبه های فردی و شخصی انسان. اما گاهی می فرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا. یا ایها الناس، انسان ها، مردم، اینجا دیگه فرد مطرح نیست، اینجا مردم مطرح است، اینجا جامعه مطرح است، اینجا توده ها و گروه های از انسان ها مطرح است، همه جوامع انسانی مد نظر است. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، از مرد و زن، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو، ما شما را شعبه شعبه، جمعیت جمعیت خلق کردیم برای که شناخته بشین. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. دو سه نکته مهم در این آیه شریفه که خیلی وقت و خیلی جاها خوانده می شود وجود دارد. یکی این که انسان ها از یک زن و مرد آفریده شده، حضرت آدم و حوا علی نبینا و علیهم السلام، امتیاز در کار نیست. مسئله دوم، هیچ قبیله، هیچ جامعه، هیچ خونی نمیتواند به خون دیگری، به قبیله دیگری، به جمعیت دیگری فخر بفروشد. گروه بندی های عرب و عجم و این کشور و اون کشور و این زبان و اون زبان، اینها معیار شرافت نیست، نشانه کرامت نیست. اینها یک حرکت طبیعی است، مثل میوه هایی که در اقلیم های مختلف تولید میشه، مثل حبوباتی که در اقلیم های مختلف تولید میشه. یک جا آب و هوا سرد است، کوهستانی است، سیبش خوش رنگ خوش طعم، یک جا هوا گرم، نوع سیب فرق میکنه. این قبیله ها، این زبان، این گویش ها هیچ امتیاز نیست. مسئله سوم، اون معیار اصلیه، بیانگر اصل پایدار برتریست که همه انسان ها را برای رسیدن به یک زندگی متعالی این انرژی را در فکرشان تزریق میکنه. این اکرمکم عند الله اتقاکم. از هر قبیله، از هر جامعه، از هر خونی، از هر نجات هستی میتوانی با حرکت به این سمت، با استفاده از این سبک، برترین و بالاترین جایگاه را تصاحب کنی که نه خودت بلکه دیگران اعتراف کنند که این انسان از این جایگاه برخوردار است. برای رسیدن به این مرحله یک راه وجود داره و اون این است که ما خودمان را بشناسیم. وقتی خودمان را شناختیم، در نتیجه خودشناسی ما به دیگران میتوانیم یاور باشیم، به دیگران میتوانیم همراه و همسفر و همدل باشیم و هم هدف باشیم. وقتی با هم هم هدف شدیم، در پیشرفت جامعه اثر داریم، در پیشرفت جامعه نقش داریم. اگر خودمون را نشناسیم، اگر موقعیتمون را درک نکنیم، یقینا نمیتوانیم به دیگران کمک و یاور باشیم و در نتیجه نهایی نمیتوانیم یک جامعه با همه ابزار و آثار سلامت را داشته باشیم. ما برای رسیدن به یک حرکت بزرگ، به یک پیشرفت بزرگ، نیاز به شناخت خودمان داریم. به همین دلیل است که ادیان آسمانی
همه انبیا وقتی آمدن مسئله شناخت انسان را سرلوحه حرکتشان قرار دادن، که امیر بیان، سردار سخن، امیر المومنین که آقا رسول الله فرمودن دروغ میگوید کسی که میگوید من پیغمبر دوست دارم علی را دوست نداره. و خدا به پیغمبر خطاب کرد قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. پیغمبر به اینا بگو اگر مرا دوست دارن، خدا را دوست دارن، حرف تو را گوش بدن، از تو تبعیت کنن. این بزرگوار فرمود هر کس خودش را شناخت خدا را می شناسد. این انسان خلیفت الله است که عرض کردم اگر کسی با تقوا با پیشرفت خلیفت الله شد، بعد از اونی که خلیفت الله شد اخلاق خدایی پیدا میکنه، حرکتش میشه خدایی. حرکت خدایی چیست؟ محبت است، عشق به هم دیگر است، فداکاری کردن است، دیگران را برای رسیدن به آسایش و به سیری و به امنیت از خودش جلو انداختن است. این می شود یک حرکتی که انسان خودش بشناسه و خداش بشناسه. اینجا دیگه مسئله عدالت پیش می آید. چرا؟ چون به خدا می خواهد نزدیک شود، خودش رو شناخته. اینجا مسئله یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا جلوه می کنه، دیگرها را در زندگی از خودش جلو دانستن. برای شناخت خودش باید تلاش بکنه، اگر به قدرت رسید دیگرها را از خود را از دیگرها برتر نمی داند. اگر به تخصص رسید هدفش استفاده به عنوان یک هنر و یک وسیله برای خدمت رسانی به دیگران است. به همین دلیل است که نقش قدرت، نقش علم، اثر توانایی در انسانی که خود را شناخته و با خدا رابطه برقرار کرده با انسانی که خود را نشناخته و با خدا رابطه برقرار نکرده کاملا در تضاد است. او قدرت را وسیله آزار دیگران می داند، اونی که خودش نشناخته. او ثروت را وسیله بردگی و ذلت دیگران می داند، اما ای قدرت و ثروت را وسیله خدمت و رفاه دیگران می داند. به همین دلیل است که باید در شناخت خودمان تلاش بکنیم و با استفاده از این شناخت به دیگران نزدیک شویم و با استفاده از نزدیکی یک خانواده بزرگ و یک خانواده همدل و همفکر و تشریک منافعی را که در این خانواده باید دنبال بکنیم ای را بسازیم. الخلق کلهم عیال الله، همه مردم خانواده خدا هستند. خدا اون را بیش از دیگران دوست می‌دارد که نفع بیشترش به مردم و به عیال خدا می‌رسد. روایت بسیار جالبی از وجود نازنین رسول الله نقل شده. خصلتان دو تا اخلاق است، دو تا خصلت است که بالاتر از اونها خصلتی در بین زیبایی ها نیست. لیس فوقهما شیء من البر، هیچ زیبایی به پای این دو خصلت نمی رسد. پیامبر فرمود یکیش ایمان به خداست، الایمان بالله، دومیش النفع لعباد الله، نفع انسان، منفعت انسان، اثر کار انسان برای دیگران باشد. بالاتر از این خصلت نداریم. دو خصلت است که بدتر از اونا نیست. خصلتان لیس فوقهما شیء من الشر، در بدی در شرارت از اونا بالاتر پیدا نمی شود. چیه؟ شرک به خدا.
بعد از شرک به خدا ضرر رساندن به مردم، اسلام یک اندیشه این چنینی است، یک حقیقت این گونه است. این همون اسلام است که یعلو ولا یعلا علیه، این همون اسلام است که اگر مردم دقت کنن بشناسن شناختش هم آسان است، دیگه برای عمل به این اسلام اجبار لازم نیست، فشار لازم نیست، سختگیری لازم نیست. لا اکراه فی الدین، یه همون اسلام است که اهل بیت که ابن قرآن هستن فرمودن اگر مردم، نفرمود مسلمان، نفرمود مؤمن، لو علم الناس، اگر مردم زیبایی سخن ما را بفهمن خود به خود از ما پیروی میکنن. انشاءالله با استفاده از هر فضایی برای رسیدن به این هدف تلاشمان، برنامه ریزی ما انشاءالله داشته باشیم. نماز جمعه به عنوان یک تربیتگاه، به عنوان یک اجتماع عظیم و یک سنگر برای بیداری و هوشیاری، یکی از رسالتهاش بیان مسیرها و طرق و راههای رسیدن به اون حرکت بزرگ و جهانی است که انشاءالله در ادامه حرکتمان، در مسیر حرکتمان به اون مرحله خواهیم رسید که با ظهور آخرین ذخیره الهی و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، شاهد اون بس و اون وسعت و اون جهانبینی بزرگ خواهیم بود. خدایا فرج اون عزیز برسان، ما را برای رسیدن به اون عرصه و به اون صحنه بیش از پیش یاری بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. مناسبت های مذهبی و اسلامی هم داریم، نکات اجتماعی و مسائل که جامعه و مردم برای رسیدن به اهداف مقدس این مسائل اجتماعی را بشنوند و مسیر حرکتشان و موضع‌گیریشان در قبال این برنامه ها خلاصه مدیریت کنم، از موضوعات است که باید در نماز جمعه اونها را مطرح کنیم. خب امروز 15 جمادی الثانی است، سه روز قبل یعنی روز 13 جمادی الثانی مصادف بود با وفات مادر قمر بن هاشم باب الحوائج حضرت ابوالفضل علیهم السلام. تسلیت عرض میکنیم این مناسبت را الحمدلله
در شهر مؤمنین ارادتمندان به مقداری که ظرفیت داشتن و برنامه ایجاب میکرد، الحمدلله مجالسی هم برای تجلیل از این شخصیت برگزار شد. من از مردم و عزیزان تشکر میکنم، استفاده کردیم. عالم بزرگوار جناب آقای مصباح فرازهایی از خلاصه شخصیتی بی را مطرح کردن. من زیاد معطل نمی کنم، نکته ای را که لازم می دانم از باب استفاده از فرصت به این مناسبت عرض بکنم، یکی از چیزایی که در زندگی اهل بیت بسیار قابل توجه است، صمیمیتی که با خانواده هاشان داشتن، اون همدلی و همفکری ره که با خانواده داشتم. امام صادق می فرماین الانصفی سلاس، سه جا انسان باید خیلی همدل و همفکر باشه و الا آدم آرامش نداره، زندگیش مطلوب نیست، به اهدافی که در زندگی باید برسه نمیرسه، اقتصاد خوب، خانواده خوب، فرزند خوب، دنیای خوب، آخرت خوب، یکیش همسر سازگار. ما باید این برنامه را خودمان دقت داشته باشیم که بین همسرا، زن و شوهر باید یه سازگاری عمیق ریشه‌دار به وجود بیایه. خب حالا از زهرا سلام الله علیها استثنائیه، خدا زهرا را برای علی خلق کرده و علی را برای زهرا، اما خب امیرالمومنین همسرای دیگری هم داشتن، یکیش این بی بی مکرمه مجلله است، مادر حضرت ابوالفضل علیه السلام. خب حضرت وقتی با این خانم ازدواج کرد چقدر رابطشان با هم نزدیک شد. ما باید این همفکری را مدیریت بکنیم. آقای امام حسین وقتی تعریف میکنن از اصحابشان که در بین اصحاب همه معصومین اصحاب آقای امام حسین استثنایی هستن، حتی از اصحاب آقا و مولام هم که خود آقا با اونا عرض ارادت میکنه، سلام میده، همونطور که از اصحابشان یاد میکنن از خانوادهشان یاد میکنن، تعریف میکنن. اگر کانون خانواده ما اون انرژی را نداشته باشه، ما فرزندای خوب نخواهیم داشت، ما دخترای خوب نخواهیم داشت، ما جامعه سالم نخواهیم داشت. الانس فی ثلاثه، زوجت الموافقه. بعد همسر وقتی با انسان هم فکر بود، یک مدیریت بسیار استثنایی در خانه به وجود میاد، در تربیت فرزند اثر داره، در اقتصاد اثر داره، در خلاصه روابط با خانواده ها، با اقوام، با فامیل، در زیارت انسان، در آخرت انسان، در همه جا آثار این همفکری و همدلی خودش نشان میده. ببینین کار به جایی میرسه که وقتی ابوالفضل به دنیا میآید، امیرالمومنین قنداقه فرزندش از دست همسرش میگیره، وقتی قنداقه رو میگیره بازوهای فرزند نوزادش میبوسه، بعد گریه میکنه. خب امیرالمومنین صحنه عاشورا رو میبینه با اون بصیرتی که داره، طبعا وقتی ما روزش رو میشنویم گریه میکنیم، امیرالمومنین وقتی اون صحنه رو میبینه طبیعی است گریه میکنه، او پدره. بعد همسرش میپرسه که آقا مگر اتفاقی افتاده؟ فرزند من عیبی داره؟ عزت میفرماید نه. حالا صحبت چقدر ادامه پیدا میکنه، بعد میگه علت گریه شما چیست؟ آقا میفرماید که ام البنین، این دستهایی رو که من بوسیدم علت گریه هم این است که در کربلا در رکاب امام حسین فرزندم از بدن جدا میشه. ببینید چقدر رابطه نزدیکه. ما باید در زندگی ما این رفاقت و این رابطه ها را واقعا یاد بگیریم. اگر پیغمبر الگوی ما هست، خب حضرت زهرا هم تربیت شده پیامبر است، امام حسن و امام حسین هم تربیت شده پیامبر است، امیرالمومنین هم تربیت شده پیامبر است. امروز یکی از
آفات و یکی از آثار شومی که این تکنولوژی داره، البته سهولت هایی هم داره، فاصله ها را زیاد کرده، فاصله بین خانواده ها را، اعضای خانواده را، اقوام، ارهام، نشستن کنار هم دیگر با هم غذا خوردن، ببینید صدا زدن، نحوه صدا زدن، استفاده از واژه ها، از الفاظ، از عبارات، اینا همش در زندگی ما تأثیر داره. ما نه این فقط مثلا برای که مردم عشق بریزن، که خود این عشق ریختن یک رحمت الهی است، یک مرحله بسیار بالا است، خلاصه دنبال اینا باشیم. همه خوبی هایی را که در زندگی اهل بید علیه صلات و سلام بوده اونا را ببینیم. این مادر چی کار کرد؟ همین خانومه که بعد از خلاصه حضرت زهرا سومین همسر، یعنی به شمول بیبی امیرالمومنین است، وقتی آمد به خانه امیرالمومنین، فرزندانی که مادرشان زهرا است، اینقدر به این بیبی نزدیک شدن وقت روز عید میشد، حضرت زینب میرفت خانه ام البنین سلام الله علیها. از کربلا وقتی برگشت از سفر اسارت، بعد از زیارت قبر پیغمبر رفت به دیدن ام البنین سلام الله علیها. ما امروز گاهی یک خلاصه ماجرای کوچیک نمیتوانیم مدیریت بکنیم. ما بیاییم زندگی اینها را الگو قرار بدیم. من زیاد معطل نکنم دوستانه، اگرچه خب وفات حضرت ام البنین است، پشت سر گذاشتیم و دو سه روزی رد شده، انشاءالله روز چهارشنبه که پیشی رو داریم، روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، 20 جمادی الثانی، از باب این که آماده بشیم، مخصوصا در خانه ها، در خلاصه زندگی شخصیمان نسبت به مادرانمان یک عکس العمل جدی داشته باشیم. من از این باب یکی دو نکته را عرض میکنم، بعد وارد مسائل خلاصه اجتماعی بشوم. خب شما میدانید در میان عباراتی که ما در گفتگوهای خودمان داریم، در آیات داریم، در روایات داریم، کلمه مادر خیلی مقدس است، خیلی عمیق است. روز ولادت حضرت زهرا یادآور این واژه است. وقتی به دنیا میآید پیغمبر تعبیر میکنه از او ام و ابیها، مادر پدر، که خدا در قرآن از زنهای پیغمبر تعبیر به مادر مؤمنین میکنه. پیشاپیش این ولادت استثنایی را به همه شما ارادتمندان، به همه جامعه اسلامی، مخصوصا ولادت همترازو و کفو امیر بیان، امیر المومنین علی علیه السلام، حیدر کرار را، به تنها یادگار معصومشان وجود نازنین مولا من طاووس بهشتیان صاحب الزمان، اللهم صل على محمد و محمد و اجل برجل، تبریک عرض میکنم. فقط عرض میکنم که بی بی سلام الله علیها خیلی شخصیتش بالاست. حدیث کسا که الحمدلله در طول ایام فاطمیه خدا را شکر خیلی در خانه ها خوانده شد. من به عنوان یکی از شما مردم شاید حدود 50-60 جلسه حدیث کسا را در خانه ها خواندیم. من سفارش میکنم به همه مسلمان ها، به برادران بزرگوار اهل سنت من، که خیلی از دوستان ما در نماز جمعه حضور دارن، به همه خطبا، به همه امامان جمعه افغانستان، به مسئولین امر به معروف و نهی از منکر، این حدیث اجرایی کنن. آقا این در منابع شیعه و سنی آمده، تنها حدیثیه که وقتی جبرئیل سوال میکنه که یا رسول الله
خواندن این حدیث این ماجرا چیه؟ پیغمبر میفرماید، خب پیغمبر میفرماید، پیغمبره که و ما ینتقان الهوا، میفرماید هر جا خوانده شود اونجا رحمت نازل میشه، ملائکه اونجا دور مجلس جمع میشه. الا و نزلت علیهم الرحمه و حفت بهم الملائکه، ملائکه دور مجلس حلقه میزنه و استغفرت لهم الى ان يتفرقوا، تا لحظه ای که خلاصه مردم از جلسه متفرق میشن ملائکه براشون استغفار میکنه، همطوری که ملائکه به نماز جمعه میاره دم دروازه مسلمی است، اسامی نماز گزاران و شرکت کنندگان ثبت میکنه. خب حدیث کسا جایی که خوانده میشه این برکت داره، این مخصوص ما نیست. خب حیفه در ولادت حضرت زهرا حرفو گفته نشه، در فاطمیه گفته نشه، در اون حدیث که در منابع تشیع و تسنن آمده واقعا مادر میتوانه تمام فرزندان تربیت بکنه. این مادر خیلی ظرفیت داره. از پیغمبر وقتی سوال میشه، یعنی جبرئیل از خدا سوال میشه، سوال میکنه، وقتی خدا اعلام کرد که همه خلقت برای اینا خلق کردم، اینی ما خلقت و سما ام مبنیه ولا عرض ام مدیه، آسمان خلق نکردم، زمین خلق نکردم، فلکن یدور بحرن یجری فلکن یسری، همه و همه را الا لمحبت هؤلاء الخمسه الذین هم تحت الکسا. بعد سوال کردم فرشتگان، یا رب و من تحت الکسا، زیر کسا کیه؟ یا رب از خدا پرسید. خدا در جواب فرمود هم فاطمه و ابوها، اینا فاطمه هستن و پدر فاطمه، و بعلها و بنوها، فاطمه و شوهر فاطمه، فاطمه و فرزندان فاطمه. این حرف مهمی است. کافیه ما حدیث کسا را فقط در کشور را بندازیم. شما فکر میکنید این همه محصل، این همه حافظ قرآن، این همه عالم دین، مخصوصا امروز که خلاصه امارت و حکومتی که ما داریم بیشتر در تحت اداره و زعامت علما هستن، روحانیت هستن، مولوی ها هستن، این واقعا قدردانی باید بشه. ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها یک فرصت است. ما با بیانی که از همسران پیامبر درباره حضرت زهرا داریم، بی بی عایشه همسر پیغمبر، که ما هر که بی احترامی بکنه مخالفیم، کسی اجازه نداره به اصحاب، به همسران پیامبر جسارت بکنه، بی حرمتی بکنه. خب وقتی ایشان از حضرت زهرا صحبت میکنه، میگه هیچ کسی را به اندازه زهرا پیغمبر دوست نداشت. کلما دخلت علیها، هر وقت زهرا میامد دیدن پیغمبر، قام علیها، بلند میشد چند قدم میامد و قبل یدیها، دسته زهرا را میبوسید. خب علی کل حال خواستم بگم که شما تاریخ بخوانید، تنها کسی را که پیغمبر مادر گفته از زهرا سلام الله علیها است. تنها کسی را که این گونه معرفی کرده حضرت زهرا سلام الله علیها است. و دستور قرآن این است که به پدر مادرتان احترام کنین. و وصینا الانسان بوالدی، ما انسان را دستور دادیم، وصیت کردیم به پدر مادرشان چکار بکنن، احترام کنن. حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك، سوره مبارکه لقمان. ما به انسان در مورد پدر و مادر سفارش به نیکی کردیم، مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی، از اون لحظه ای که باردار میشه تا اون لحظه ای که وضع حمل میکنه، هر روز با رنج و ناراحتی تازه
هر لحظهش یک رنج است. متحمل شد دوران شیرخارگی را، خلاصه به پایان میبرد. ما به انسان وصیت کردیم که به پدر و مادر شکرگزار باشد، یعنی نمیتوانه انسان بدون شکر عملی اون وظیفه ای را که در قبال پدر و مادر داره او را انجام بده. دیگه طولانی نکنم این بحث را، نقل میکنم پیغمبر مشغول طواف بود، مسلمان ها هم امرای پیغمبر در حال طواف بودن، شخصی مادرش را که پیر و سال خورده بود به دوشش گرفته بود داشت طواف میداد، در مید در لابلای جمعیت در اون ازدحام چشمش به رسول الله افتاد و پیامبرم به اون نگاهی کرد. از پیامبر سوال کرد یا رسول الله من با این کارم حق مادرم را ادا کردم؟ در حال طواف دارم حمل میکنم. پیامبر فرمود نه، حتی این کار و این برنامه سختی را که شما دارین انجام بدین، به دوش گرفتن طواف دادن کار سختی است. فرمود با این که این کار خیلی سخت است، یکی از ناله های مادرت را به این گام وضع حمل جبران نمی کنه. امروز ما نیاز داریم به دخترانمان توجه شده، امروز ما نیاز داریم به مادرانمان توجه شده و به همسرانمان توجه بشه. اسلام را خشن نباید معرفی کرد. اینی که میگم زن نیمی از پیکر جامعه است، اینم دقیق نیست. زن کل جامعه است. اگر مادر مهربان شد زندگی عوض میشه. باید یک حرکت جدید در مسائل اجتماعی در کشور رقم بخوره. دیدگاه ها در تحولات جدید به سمت حقیقت و به سمت نورانیت جهت داده شود. باید برخورد با مادر، مادر بالفعل و مادر آینده تصحیح شود و الا جامعه رشد نمی کنه. ما بالاترین احترام را به مادر و همسر و دخترانمان باید داشته باشیم و سبکی که میتواند ما را برای همیشه بیمه کند سبک فاطمی است، سبک زهرا است، همون سبکی که پیغمبر با حرکتش، با بیانش، با عملش او را به ما تفهیم کرد. یکی دو موضوع دیگه هم لازم است که مطرح کنم. مع الاسف مسئله فقر، بیکاری، کمبود درآمد رنج است که جامعه ما را واقعا می سوزانه و می رنجانه. من امیدوارم با همدلی که امکانش بسیار ساده است، ما کشوری هستیم دارای واقعا منابع بالا، بعضی از اقلام معادن ما به اندازه ثروت کل کشور عربستان است، بعضی از معادن ما. کشوری با این همه ثروت در این شرایط مثل این است که ما روی یک ثروت بزرگ در حالی که از گرسنگی ناله میزنیم نشسته باشیم. مثل این که می توانیم بهترین فرشا را تولید بکنیم روی زمین بخوابیم و این باید با یک حرکت عمیق و آینده نگرانه و دلسوزانه و تبدیل تمام این 40 میلیون یا بیشتر و کمتر جمعیت در یک مسیر منفعت مشترک مدیریت شود با برنامه ریزی. چرا ما این همه ثروت داشته باشیم نیازمند باشیم که جوامع بشری به ما کمک بکنه؟ با یک دلسوزی، با یک ابتکار میشه، منتها نیاز به اندیشه داره، نیاز به پشتکار داره، نیاز به دلسوزی داره، نیاز به همدلی داره. یک خانواده اگر اعضاش به هم نزدیک نباشه، منافعشان توحید نشود، فرزندان و پدر و مادر همدل با برنامه نباشن، اون خانواده خانواده موفق نیست. ما هم این قضیه را در سطح کشور باید اجرا بکنیم. مسئله دوم
بعضی از صحبت هایی که خلاصه از شخصیت ها و مسئولین شنیده می شود، انصافا اینها انرژی و پتانسیل و نیروی آدم را به شدت، نیروی جامعه را به شدت کم میکنه. در افغانستان یک کشوری است که هممون میبینیم از زبانهای مختلف، از باورهای مختلف تشکیل شده. ما زبانهای متعدد داریم اینجا، خلاصه عقاید مختلف داریم، مذاهب اسلامی متعدد یعنی مختلف اینجا هست. اهل سنت داریم، حالا مذاهب اهل سنت هم اگرچه الحمدلله بیشتر خلاصه اهل سنت افغانستان برادران حنفی ما هستند، منتها در صحبتی که در این روزها از زبان سرپرست تحصیلات عالی گفته شد که افغانستان یک کشوری است تنها مذهب حنفی در اینجا به اصطلاح وجود داره و دلیل پیروزی هم در جنگ ها همین به اصطلاح تک مذهبی بودن است. این یک خلاصه بیان است که ما شاهد حقیقت غیر از این هستیم. در افغانستان الحمدلله شیعیان حضور دارند، مذهب جعفری حضور داره که رابطه بسیار خلاصه عمیق بین امام اعظم رضوان الله تعالی علیه و امام صادق علیه السلام در همون آغاز که اینها زندگی می کردن وجود داشته و این رابطه را نمیشه انکار کرد. کمی از نصف جمعیت افغانستان کمتر شیعیان در این کشور هستن. در تاریخی که ما پشت سر گذاشتیم این حضور خلاصه تثبیت شده است و نمی شود گفت امروز غیر از یک مذهب در افغانستان نیست. شما این جمعیت چطور این کار میکنیم؟ امروز چند هزار نفر جمعیت در این نماز است؟ مثل این نماز در سراسر کشور سنگرهاست، محرم، جلوه از حضور پرشور معتقدین به امام صادق و مذهب جعفری است. این گونه بیان دلشکستگی را به پی داره. بعد مسائل را مطرح کردم که کتاب های مربوط به اهل تشیع از مراکز تخصصی و دانشگاه های خصوصی بیرون کردم. اینها مطالب که عرض کردم انرژی جامعه را به سمت کاهش میکشانه. امروز مسئله جمع کردن کتاب چیزی مهمی نیست، اول اینکه گفتنش مسئله نیست. یا اگر پالیسی امارت اسلامی است باید در یک فضای خلاصه مشورتی مطرح بشه. امروز اینترنت، امروز بالاخره گرفتن مطالب از غیر کتاب خیلی آسانتر از گرفتن از کتابه. این صحبت لازم نیست، این شکل خلاصه صحبت کردن به صلاح و پیشرفت جامعه نیست. امیدوارم که متوجه صحبت ها، متوجه خلاصه سخنرانی ها باشیم. پیغمبر فرمود ما من خطیب، هر سخنران وقتی حرف میزنه الا ارزد له خطبته یوم القیامه، روز قیامت سخنرانیش بهش نشان داده میشه. ما باید سخنی بگوییم که هم اندیشه ها را روشن کنیم و هم بتوانیم فردای قیامت از سخنمان دفاع بکنیم. ما به همون برنامه قرآنی عقیده داریم که فرمود به پیغمبر و قل اعملوا، پیغمبر به مردم بگو عمل کنن، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، خدا و پیغمبر و مؤمنان عمل شما را میبینه. امیدواریم که همه بزرگان، مسئولین، شخصیت ها در گفتمان های اجتماعی در همه عرصه ها همه مردم را
ببینن. و ما تشکر میکنیم از صحبت های آقای متقی وزیر خارجه امارت اسلامی که در صحبتشان در سفر که رفته بودن به مناسبت خلاصه مسائل فلسطین در اون صحبتی که صحبت کردن گفتن مگر ممکن است جمعیت تشیع را در افغانستان کسی انکار بکنه؟ البته ما حقایق را میبینیم، ما از آدرس نماز جمعه اون چه را به مصلحت اسلام و افغانستان است دنبال میکنیم. در تاریخ 20 ساله یا کمتر از 20 ساله که در اینجا بودیم در جمهوریت این صحنه ها را رصد کردیم، از منافع کشور حمایت کردیم و امروز هم از جزئی ترین منافع کشور و ملت حمایت میکنیم. دنبال یک کشور آباد، همدل، همفکر، با قدرت، با حکومت که همه او را با جان و دل حمایت کنیم و خودمان را در آینه اون حکومت ببینیم، دنبال یک برنامه همدلی هستیم و در مذاکرات ما، در صحبت ها ما این مسائل دنبال میکنیم. دو سه روز قبل رئیس امر معروف و نهی از منکر ولایت ما جناب آقای هاشمی و مسئول سمع شکایات تشریف آوردن، دعوت ما را پذیرفتن، این مسائل ما مطرح کردیم. ما همیشه به عنوان فرزند این مادر که به گردن همه ما حق دارد وطن و ما هم از مادر انتظار مادری داریم، صحنه ها را رصد میکنیم و رصد خواهیم کرد. خدایا افغانستان ما را از همه توطئه ها و دشمنی ها در حراست و حفاظت خودت با همه خوبی ها و زیبایی هایش محافظت بفرما. فرج آخرین ذخیرت برسان. دشمنان افغانستان خدایا اگر قابل هدایت نیستن نابود و ریشکن بگردان. خدایا مردم مظلوم فلسطین از این ظلم و بیداد و از این بیرحمی که علیه اونا می شود خودت خدایا نجات مرحمت فرما. صهیونیست ها و حامیانشان خدایا از صفحه روزگار برانداز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صلى الله عليه وسلم.